یکی از بدآموزی های دین اینه که شما دین رو که یک ساحت وسیع یکسانیه بیایید حجره حجره بکنید و بعد تمام دین رو در یکی از این حجره ها جا بدید. این رو روانشناسان دین ازش تعبیر میکنن به حجره حجره کردن دین. راجع میکنید این که ما بیاییم دین رو حجره حجره بکنیم، یعنی کمپارتمنت کمپارتمنت بکنیم. از این تعبیر میکنند به کمپارتمنتالیزیشن آف ریلیجن یا آف فیث گاهیم. یعنی چه؟ یعنی ببینید دین یک فلسفه زندگیه که باید خورد کل زندگی ما بره. مثل فرض کنید که مثلا روغنی که خورد چوب میره، که اگر شما توی یه چوبی رو مثلا 3 ماه بذارید توی روغنی، 2 ماه، 1 هفته بذارید توی روغن، دیگه تمام اجزا این چوب رو این روغن خوردش میره. باید دین یک فلسفه زندگی باشه که خورد تمام زندگی ما بره. معناش اینه که در واقع دین باید همه زندگی رو دینی بکنه. حالا اگه شما اومدید و برای دین که یک در واقع حالت مشاعی داره حجراتی درست کردید و بعد دین رو در یک از این حجره ها خلاصه کردید، اون وقت اینجا میگن شما در واقع دین رو به کمپارتمنت خاصی و کمپارتمنت های خاصی منحصر کردید. مثال را شما بزنم. اگر دقت بکنید، اگر ما مخصوصا مطالعات در ادیان دیگه هم داشته باشید، میدونید که هر دین و مذهبی معمولاً التزام به خودش را دائر مدار یک دو تا سه تا چیز میکنه. مثال را شما بزنم، مثلا باپتیستا در عرض میکنم که مسیحیت، میدونید هویت خودش رو به چی میدونن؟ به این که ما مشروب الکلی نمیخوریم. شما وقتی میگید فلانی باپتیسته، اول چیزی که تو ذهن مخاطبتون میاد اینه که طرف مشروب الکلی نمیخوره. کاتولیک ها میدونید که تمام هم و غمشون رو معطوف این کردن که روابط جنسی خارج از مدار زناشویی نداشتن. یه وقتی یکی میگن فلانی کاتولیکه، و اول چیزی که به ذهن میاد میگه یعنی فلانی هیچ وقت در خارج از مناسبات زناشویی روابط جنسی برقرار نمیکنه با کسی. حالا میدونید معنیش چیه؟ این معنیش اینه که یواش یواش آدم وقتی که مناسبات جنسی در غیر حیطه خانواده و عرض میکنم که ازدواج برقرار نمیکنه، فکر میکنه دیگه ما مسئله نداریم، ما دیگه اهل سعادتیم. یعنی دین رو فقط منحصر کرده در عدم ارتباطات زناشویی غیر سالم، غیر شرعی. این یه باپتیستا فکر میکنه که من چون لب بش چی نزدم، مشروب الکلی نزدم، من دیگه وضعم خوبه. یعنی فکر میکنه دین فقط در این کامپارتمنت خلاصه شده. یاد میکنید من نمیدونم شما حالا سنتون اقتضا میکنه نمیکنه، ولی مثلا یادم میاد بچه که بودی، مثلا یه کسی میبرد پیش مثلا بزرگ خانواده، میگفت که برای دخترمون یه خواستگار اومده بدیم یا ندیم. من خوب یادم میاد اول چیزی که میگفتن، گفتن که تو مسجد محله رفت و آمد میکنه یا نه. نمیگفتن که آیا دور اهل دروغ هست یا نه، اهل فریبکاری هست یا نه، اهل ریا هست یا نه، راجع میکنید متواضعه یا متکبر. راجع میکنید در واقع این بود. الان شما اگر دقت بکنید، بدون اینکه قصد توهین داشته باشم، بیان واقعیت دارم میکنم، شیعه بودن ما در ایران میدونید به چیه؟ مرد ریش داشته باشه، زن حجاب داشته باشه، توجه میکنی، و اخلاق جنسی هم در یه حد خاصی رعایت بشه. البته اگر طرف نماز هم به مسجد و جماعت برگزار بکنه دیگه مسئله هست. اینه و این اختصاص به ما نداره. در هر دینی همینجوره. در آیین هندو، البته در هندویی که آیین هندویی که الان بیشتر طرفدار داره، چون در واقع آیین هندو هم یک شاخه اقلیت داره، در شاخه اکثریت هندو میدونی در واقع کی متدینه؟ کسی که اگر عرض میکنم که مجبورش هم بکنن گوشت گاو نخوره، این یک.
یکی اینکه حتما لااقل هفته یک بار به پرستشگاه بره، دو سومم اگر زن بود و شوهرش وفات کرد حاضر به خودسوزی باشه بر جسد شوهرش. و بنابراین همه چیز منحصر در این حجره شده، در این حجره خاص شده. الان همین شده. الان من از شما پرسم انصافا در ذهن ترقی بکنید، اوائل ماه محرم هر سال که میشه یه هفته یه نمیدونم دهی درست کردن به نام امر معروف نهی از منکر. من از شما پرسم تا میگن هفته یه امر معروف نهی از منکر از راه رسید، دهی امر معروف نهی از منکر از راه رسید، شما چی انصراف ذهنی اولیتون چیه؟ انصافا چیه؟ اینه که خب تو این هفته احتمالا مسئله حجاب یه مقدار سخت گیری میشه، توجه میکنید؟ و یه بگی رو به بندایی در این زمینه. این یعنی دین منحصر شده در یه کامپارتمنت خاص، دینی که باید کل زندگی رو اشباع بکنه، این اومده در دو سه تا چیز. اون وقت حالا اینم هست، این تا این قسمتش اشکال نداره، در قسمت ایجابیش اشکال نداره که طرف مثلا فرض کنید که نام حجابش هم رعایت کنه. مسئله قسمت سلبیشه که فکر نکنه وقتی حجاب رعایت کرد فلان خانم یا فلان آقا، فکر نکنه وقتی یه تحلیشی داشت دیگه مشکلی وجود نداره. توجه میکنید؟ خب با علیگن میگفتن به ما دیگه، همینه دیگه، کامپارتمنت همینه دیگه. میگفتن خب با علیگن حسن اطولا تزور و معها سیعه و بغض علیگن سیعه اطولا تنفع و معها حسنه. میگفتن علی رو دوست بداری به حسنه ای دست یافته ای که دیگه از اون به بعد هیچ سیعه ای مضر نیست به حالتون، و اگه علی رو دشمن بداری سیعه ای دامنگیر تو شده که دیگه هیچ حسنه ای نافع نیست. این یعنی کامپارتمنت. توجه میکنید؟ همه همین به همین صورت هم. شما الان اگه دقت بکنید، من از شما باز میپرسم، شما معمولا مسلمین سنی مذهب ما رو، برادران سنی مذهب رو معمولا تا میگن فلانی سنی مذهبه، چی از اول از تداعی میشه؟ این که نماز اول وقت میخونه. خب واقعا هم همینطوره، اینش اشکال نده نماز اول وقت خوندن ها، ولی مسئله اینه که یک مسلمان سنی نباید بگه که خب ما که نماز اول وقت میخونیم پس که مشکلی نداره. زندین یک فلسفه زندگی جامعه باید باشه، نباید منحصر بشه در دو تا سه تا چهار تا. نظر میکنید در اون رمان معروف خدمتتون عرض کنم که هوگو اون پیرزن چی میگه؟ میگه که من از مرگ نمیترسم. من ازش میپرسه که چرا از مرگ نمیترسی؟ میگه به خاطر این که اشاعه ربانی که به جا میارم، روزهای یک شنبه هم که کلیسا میرم، نارشیرینی هم که برای کشیش محله میپزن. این در واقع تمام دینش منحصر به دلیل دینه. میگه چقدر نمامی میکنم، سخنچینی میکنم، عرض میکنم، غیبت، تهمت، دروغ، فلان بهمان، این وجود نداره. این تلقی یه نوع مسئولیت مصنوعی میبخشه و به گفته ویلیام جیمز، باز در اینجا ازش نقل قول کنم، یک نوع قداست مصنوعی، artificial sanctity با آدم میده. یعنی آدم فکر میکنه این دو سه قلم کاری که نکردم که مشکل من ندارم، حل مسئله. توجه میکنید؟ من اینه که میبینید، اینه که این دو سه تا کار رو نمی کنه، ولو هر عمل خلاف اخلاق دیگری مرتکب بشه، خودش از لحاظ روانی چندان دستخوش عذاب وجدان نمیشه. این اولا. و ثانیا نسبت به کسانی که این دو سه تا عمل رو انجام نمیدن، ولو هر محاسن اخلاقی دیگه هم داشته باشن، یه آدم بی‌رحمیه. این باز به همین جهته. من در اینجا باز نمیخوام دیگه وارد این بحث مفصلش بشم، اما اینو میخوام عرض بکنم که خطرناکی که دین به هر چیزی منحصر بشه. دین فقط و فقط وقتی که یک فلسفه زندگی جامعه باشه مفیده، وگرنه به هر غرفه از این غرفه ها انحصار پیدا کرد، خطر بر ما ایجاد میکنه. خطر ایجاد میکنه دقیقا به این معنی که مناسبات اجتماعی ناشی از این باور، مناسبات اجتماعی نامطلوب خواهد بود. اینم یکی.